خدمت بینندگان عزیز شبکه های تین لندن، من رحام هستم، بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز از کشورمون ایران اومدم و در یک جمع هنری دعوت شدم که دوست داشتم کار این عزیزان رو ببینید. هفته پیش من اینجا بودم، کار هنری قشنگی داشتم و دوست داشتم که شما عزیزانم از نزدیک با کارهای هنری این گروه آشنا شید. صحبت کوتاه میکنم و میکروفون میدم دست دوستان عزیز. خدمت شما باشم. ممنونم. بجانب خوش اومدین همتون، چه خانم راهان و چه عزیزانی که برام برای میبینن. جمعی که در اینجا هستن عده دوست و فامیل، هر دو هفته یک بار دور هم جمع میشیم و راجع به موسیقی و ادبیات صحبت میکنیم. در هر برنامه یک تم خاصی داریم، از جمله که در گذشته راجع به مادر صحبت شد، بعد راجع به طنز، تفاوت طنز و کمدی و فکاهی هجد و حزل اینها، و این بار بحثمون راجع به موسیقی در ادبیات و ادبیات در موسیقی است. اونچه که به عنوان یک ایدئال من میتونم از طرف این جمع عنوان بکنم این است که در نظر داریم در آینده، حالا این آینده کی باشد به دلیل گستردگی کار معلوم نیست، ولی به این نیت این جمع رو فعالیتش رو شروع کردیم که در آینده بتونیم روزی یا هفته ای رو به نام فارابی بنامیم، به لحاظ اینکه قدمت کار در موسیقی در فارابی به مراتب بیشتر از اون چیزهایی که ما در تاریخ می‌خونیم. علت اینکه فارابی رو میگم چون یک مطلبی من در جای خوندم که واقعا عظمت کار موسیقی رو در فارابی می‌بینیم. میگویند که فارابی در یک جمعی وارد شد با لباس ژنده و هیچ کسی او رو تعارفی نکرد و او رو بزرگ نداشتند و جای نشوندند. بعد از مدتی فارابی سازی از زیر لباسش در آورد و برای حاضران نواخت و موجب شادی و شعف اونها شد. پس از چندی با همون ساز آهنگی نواخت که موجب غم، گریه و سوک اونها شد، و بعد از مدتی با همون ساز آهنگی نواخت که همه رو به خواب برد. این عظمت در نواختن، و حالا اون ساز هم معلوم نیست، در هیچ جایی من ندیدم که مشخص بشه ساز چی است. بنابراین هدفمون این است که در آینده اگر بتوانیم روزی یا هفته ای رو به نام فارابی بنامیم و در اونجا راجع به موسیقیدانها از گذشته تا حال و در بین کسانی که حیات دارند راجع به سازهای مختلف صحبت بشه، بهترین نوازنده، بهترین خواننده، بهترین شاعر، بهترین هماهنگ کننده و به هر حال تمام کسانی که دست اندر کار موسیقی هستن بهترین ها انتخاب بشن، لوح و جوایز داده بشه. این هدفی است ایدئال، امیدواریم بهش برسیم. حالا برنامه میشه این است که هر کدوم از دوستان ما که اینجا هستن راجع به ساز تخصصی خودشون صحبت میکنن، پیشینه اون ساز رو میگن و بعد پیشکسوت ها رو نام میبرن و یک قطعه دو سه دقیقه می نوازن و بعد گروهی باز یک آهنگ دیگری رو برای شما عزیزان و برای جمع خودمون خواهند نواخت. امیدوارم از برنامه ما لذت ببرید. اولین عزیزی که خواهش میکنم برنامه‌شون شروع بکنن آقای امیر اصلانی هستن که استاد تنبک هستن.
بهتون بگم در واقع تو دو بخش میشه گفت. یه پیشنه اصلا خیلی خودمه با اسطوره‌ایش که خیلی اطلاعات دقیقی در این مورد ما نداریم به خصوص در مورد افرادش، فقط حدودا میدونیم که حالا سازی به این شکل که استوانه ای باشه که روش پوست کشیده باشن حدود قرن 4-5 هجری وجود داشته، حالا به اسم تبنگ و خمک که بیشتر همون خم منظور بوده و در حقیقت حضور خیلی سازگونه مانند بقیه سازها شاید خیلی پیشرفتی نکرد. ما در حقیقت تنبک و تاریخچش رو به اعتقاد من تاریخچه معاصرش رو با دو قسمت باید تقسیم کرد، یک حد فاصله مثل قبل مرحوم تهرانی و بعد از ایشون. ما در حقیقت اون چی که هممون شنیدیم قبل از مرحوم تهرانی تنبک و تنبک نواز جایگاه خاصی در میان نوازندگان و هنرمندان نداشتن، در حقیقت به همین جهت که یک ساز کوبه‌ای بوده، یک دست زدن پیشرفته محسوب می شده. اون کسی که حالا یه مقدار این توانایی داشته این ساز رو دستش می گرفته و اجرای می کرده و بعد از مرحوم تهرانی این ساز جایگاه یک ساز رو پیدا کردن، یعنی نوازندش رو به عنوان نوازنده می شناختن و نوت رو به این ساز به صلاح در حقیقت این ساز رو به صورت نوت در آوردن، طوری که چیزهایی که اجرا می شد و می تونستن مدون بنویسن به صورت نوت که با البته با ابدای خودشون بود، یعنی به فرم اون نوت نگاری پنج خطی نبود. که حد فاصله سال 1320 تا 1352 که 1320 مرحوم تهرانی دو هنرستان آل موسیقی مشغول به تدریس شدن و بعد از اونم که سال 52 هم که ایشون مرحوم شدن، این حد فاصله حد فاصله بودش که در حقیقت میتونیم بگیم زمان اوجگیری تنبک بود، یعنی از اونجا تنبک کارشو به سمت یعنی مسیرشو به سمتی که الان هست و جایگاهی که الان داره طی کرد. از سال 1352 تا الان که حالا این نزدیک 30 و چند سال رو خود من از 17-18 سالش رو دیدم، خیلی اتفاقات افتاده، خیلی پیشرفتا تو این ساز ایجاد شده، خیلی ضربه ها و خیلی تکنیک هایی وارد این ساز شده که قبلا نبوده، تقریبا میتونیم بگیم خیلی متحول شده. اون چی که میزنن شاید بیشتر از 50% قبلا وجود نداشته تو تنبک. از پیشکسوت این ساز هم بگم، در حقیقت پیشکسوت هایی که صاحب سبک بودن در وهله اول همون مرحوم حسین تهرانی بودن که واقعا به قول استاد رجبی اگر ایشون نبودن ما نبودیم و در حقیقت شاگردشون استاد محمد اسماعیلی که از جمعی جهات عین هم هستن از لحاظ نوازندگی اون چی که ما میشنویم. مرحوم امیر ناصر افتتاح ایشون هم از نوازنده های تنبک بودن که جزو نوازنده های صاحب سبک محسوب می شدن و اساتید بزرگی تربیت کردن، این جمله جناب آقای فرهمند، جناب آقای رجبی و معروف فرنگفر که افتخار شاگردیشون رو بنده داشتم و از اون به بعد همونطور که عرض کردم بقیه نوازنده ها دیگه از به صورت مستقیم غیر مستقیم از دیگران بهره گرفتن و خودشون با خلاقیت هایی که داشتن تنبک رو به این جایگاهی که رسیده رسوندن. بازم این توضیح دست بده چشم خواهش میکنم آقا زمین چشم
دیگه ساز بدهه یه ذره بگیر نگیر داره. خب اگه اجازه بدید من دیگه میکروفون در اختیار دوستان محترم باشه از اون بر بیارم. بنده هم سلام عرض میکنم، امید داورزنی هستم. از سال 67 به طور جدی موسیقی رو شروع کردم، با تنبک شروع کردم و از سال 69 ساز سنتور رو به عنوان ساز تخصصی انتخاب کردم و تا حالا که بهش مشغولیم انشاءالله از این به بعد هم ادامه خواهیم داد. خیلی کوتاه اگر بخوام صحبت بکنم، پیشینه سنتور رو در حقیقت اختراعش رو به فارابی نسبت میدن که خب شاید خیلی درست نباشه. شاید فارابی خیلی توی پیشرفت این ساز و تکامل این ساز دخیل بوده، اما مطمئنا مخترعش نبوده، به دلیل اینکه آثاری از دوره ساسانی بر روی حجاری ها و مدارکی که در دست هست در ارتباط با ساز سنتور موجود هست. منتها سنتور به این شکل امروزی نبوده. شاید احتمال میره که یکی از کارهایی که فارابی در ارتباط با سنتور کرده باشه به وجود آوردن شکل زوزنقه در روی سنتوره، که این کاملا معلومه که یک انسان با فکری روی این کار کرده و تشخیص میداده که طول سیم اگر کوتاه‌تر بشه در قسمت بالای سنتور باعث میشه که ما با همون فشاری که به قسمت پایین سنتور از نظر کوک وارد میکنیم بتونیم صدای زیرتری رو به دست بیاریم، در حالی که اگر سنتور چهار گوش باشه با اون فشار احتمال این که سیمای سنتور پاره بشه هست. و این شکل زوزنقا رو هم باز از کشتی الهام گرفتن، به دلیل اینکه در اون زمان مراودات بسیار زیادی بین هند و ایران از طریق دریا و اقیانوس بوده و خب این از شکل کشتی اقتباس شده. حالا در مورد گل و ستاره و اینا میشه صحبت کرد، ولی چون فرصت نیست من کوتاه‌ترش میکنم. از کسانی که ما در تاریخ سنتور نوازی ایران در حقیقت آدرسی در دست داریم، یکی محمد صادق خانه که البته هیچ اثر زنده یا اثر ضبط شده ازش در دست نیست، ولی شاگردان بسیاری رو در زمینه موسیقی تربیت کرده، ضمن اینکه اولین کسی هم بوده که پیانو رو به سبک ایرانی کوک میکنه و باهاش مینوازه. منتها از همینجا میشه برداشت کرد که خود پیانو در حقیقت شباهت بسیار زیادی به سنتور داره، حالا چه از نظر صدادهی مخصوصا تو دوره معاصر و چه از بابت نحوه برخورد اون پدال‌های پیانو، اون مضراب‌های پیانو با سیم‌هایی که اگر ببینید کاملا شبیه به مضراب‌های سنتور هست. بعد از محمد صادق خان بزرگترین نوازندگانی که بودن، یکی سماع حضور بوده که بسیار فردی متدین، ورزشکار و با اخلاق بوده و حتی در اکثر اوقات با وضو ساز میزده. بعد از اون فرزندش حبیب سمائی که تأثیر یا بگم سمائی فکر میکنم بهتره، حبیب سمائی تأثیر بسیار زیادی در سنتور نوازی ایران گذاشت و کاملا شیوه ها رو تغییر داد، چهار مضراب ها و قطعات جدیدی رو بر اساس ردیف موسیقی ایرانی در سنتور به وجود آورد که اون قطعات اکثرا خاص سنتور هستن و تا اون زمان که به ندرت کسی پیدا شده بود که این کار رو انجام بده، ولی متاسفانه خیلی زود از دنیا رفت، حدود 41 سالگی از دنیا رفت و نتونست تشنگان هنر رو از اون ساز بی‌نظیرش سیراب بکنه، به دلیل اینکه هنوز ما آثاری وجود داره که کاملا نشون دهنده این هستش که چقدر در اون زمان تکنیک بالایی داشته در سنتور نوازی و سنتور نوازی رو در حقیقت توسعه داده. افراد بسیار زیادی بودن بعد از حبیب سمائی در حقیقت که مثل قباد ظفر، مثل استاد مرتضی عبدالرسولی، استاد نورعلی خان برومند که اینا راه حبیب رو ادامه دادند و شاگردان بسیاری هم تربیت کردند. اما کسانی که میشه به عنوان تاثیرگذارترین افراد روشون نظر داد و صحبت کرد در دوره معاصر، یکیشون استاد فرامرز پایور هست
که ایشون شاگرد ابوالحسن سبا بوده. ابوالحسن سبا از دوستان و نزدیکان و همکاران بسیار خوب استاد سمایی بوده، حبیب سمایی بوده و بسیار از مضراب‌های ایشون بهره گرفته و اینا رو به کسی مثل فرامرز پایور انتقال میده. بعد از فرامرز پایور افراد دیگه اومدن مثل استاد پرویز مشکاتیان و پشنگ کامکار، اردوان کامکار که اینا تاثیر بسیار زیادی تو پیشرفت و تکنیک سنتور نوازی ایران گذاشتن. و یک کسی هم، یکی از نوازندگانی هم که خیلی به مکتب قدیم وفادار موند استاد مجید کیانی بود که همون شیوه قدیم که در حقیقت شیوه حبیب سمایی است اون رو تا کنون حفظ کرده و به همون شیوه مشغول به اصطلاح ارائه هنرش هست و خیلی در ارتباط با ردیف و شیوه اون نوع خاص از سنتور نوازی که حالا من موقع نواختن براتون توضیح میدم خیلی وفادار مونده به اون سبک در حقیقت. من اگر اجازه بدین میخوام که از هر دو نمونه براتون اجرا بکنم که با هر سبک‌های متفاوت سنتور نوازی آشنا بشید. یکی از تفاوت‌هایی که در سبک‌های مختلف هست استفاده از مضراب‌هایی هست که نمد نداره. این در قدیم بسیار مرسوم بوده در حدود 70 80 سال پیش و حبیب سمایی هم به همین صورت سنتور رو می‌نواخته و اون زمان اعتقادی به این نداشتن که روی مضراب نمد بگذارن، اما به دلیل پیشرفت‌هایی که حالا در طول زمان رخ میده، حالا که اون یه بحث جداگونه‌ایه، بعدها روی مضراب نمد گذاشتن و صداها رو تغییر دادن. من هر دو نمونه صدا رو خدمتتون ارائه می‌دم. تو این حالت میبینیم که صدای سنتور بسیار کریستالی و در حقیقت حالا به قول امروزی ها تیز هست که خب در زمان خودش بسیار مرسوم بوده و اونطوری میپسندیدن، اما در زمان کنونی روی این مضراب ها یک نمدی میگذارن که طبیعتا سر مضراب هم کوچیکتر میشه به دلیل اینکه این نمد خودش وزن مضراب رو زیاد میکنه، نمد گذاشته میشه و نواخته میشه که تا حدودی هم تو بعضی موارد شبیه به صدای پیانو میشه. غزنینی هستم، نوازنده کمانچه. خوشحالم امروز در خدمت شما عزیزان هستم. در مورد تاریخچه این ساز خب کتاب‌های زیادی هست، منابع و مراجع مختلفی هست که دوستان میتونن مراجعه کنن، ولی به طور خیلی مختصر عرض کنم که این ساز یکی از کهن‌ترین سازهای موسیقی ایران و به نوعی موسیقی آسیاست، چون در کشورهای همجوار هم نمونه‌های این ساز رو ما داریم. البته در مناطق مختلفی مثل آذربایجان تفاوت‌هایی در شکل و ساختار این ساز هم وجود داره. در چین، در هند، در پاکستان، افغانستان، ایران و نواحی مختلف ایران، حتی در مناطق لرستان که
کمانچه ها به صورت پشت باز و در مناطق مرکزی به صورت پشت بسته هستند که حالا نمونه هایش رو خدمتون عرض خواهم کرد. همونطور که اطلاع دارین از زمان صفویه به بعد ما در واقع اطلاعات مدون موسیقایمون، تاریخ موسیقیمون رو میتونیم بهش استناد بکنیم که در اون دوره معصوم کمانچه‌ای معروفترین نوازنده و متبهرترین نوازنده اون دوران بوده. بعد از اونها در دوران قاجار هنرمندان و نوازندگان بزرگی مثل زنده‌یاد حسین خان اسماعیل زاده، مثل مرحوم باقرخان رامشگر، موسیو هایک و خیلی های دیگه آمدن و کمانچه رو نواختن. البته در اون زمان شکل کمانچه به صورت سه سیم بود و نوازندگان از زه به عنوان وسیله تولید صدا استفاده میکردن نه سیم. بعد از ورود ویولون به ایران کمانچه نیز تحت تأثیر اون ساز قرار گرفت و سیم‌های ویولون رو روی اون انداختند و تونستند که صدای شبیه به ویولون حتی از ساز کمانچه استخراج کنند. از اساتیدی که این ساز رو بعد از دوران زنده‌یاد باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده نواختند و حفظ کردند این ساز رو، مرحوم استاد علی اصغر خان بهاری است که بنده هم افتخار شاگردی ایشون رو داشتم و از معاصرین و اساتیدی که امروز هستند و ما افتخار میکنیم به وجود این بزرگان، جناب استاد داوود گنجه‌ای، جناب استاد درویش رضا منظمی، جناب استاد اردشیر کامکار، جناب مهدی آذرسینا، جناب آقای محمد مقدسی، جناب استاد علی اکبر خان شکارچی و کیهان کلهور و خیلی از هنرمندان دیگر که از سازشون همگی استفاده کردیم و میکنیم. برای اینکه آشنا بشید کمی با صدای این ساز، من قسمت هایی رو براتون با ساز اجرا میکنم. در چند سال گذشته توی ایران رواج پیدا کرد که ریشه اصلیش از هندوستان و کشورهای تایلند و تایوان هستش که بیشتر توی هندوستان استفاده می شده و
و توی ایران به صورت ساده این ساز نواخته میشد، ولی توی کشوری مثل هندوستان در قسمت‌هایی از روی کوزه پوست‌های رو تعبیه کرده بودن، پوست‌های خیلی زیادی با حالت‌های مختلف. بعد توی ایران آقای یداللهی این ساز رو ایشون هم پوستی روش تعبیه کردن که به اسم اودو، اگر که اشتباه نکنم اسم این ساز رو گذاشتن. و من با توجه به علاقه‌ای که به ساز طبلا داشتم خیلی دوست داشتم که این ساز رو خیلی بهتر به تکامل برسونم و امیدوارم که تونسته باشم این کار رو کرده باشم با توجه به تحقیقاتی که توی یک سال گذشته روی این ساز انجام دادم. و همینجور که ملاحظه میکنید من در دو قسمت از این ساز پوست تعبیه کردم که هر کدوم از پوست ها صدای مختلفی میدن. حالا اگر که اجازه بدید من به همراهی برادرم آقا امید قطعه رو بزنم.